دوستان درود بر شما. چغال بادام به میوه کال یا نارس درخت بادام گفته می شود که پوستی سبز رنگ و کرکی با مزه ترش و مغزی سفید و شیرین دارد. این میوه کال را می توان تنها در اوایل فصل بهار یافت. چغال بادام در مدت زمان کوتاهی به طور سریع وارد مرحله تکامل شده و پوسته سبز بیرونی آن سفت و سخت و دندان شکن می شود. چغاله متعلق به میوه هلو، زردالو و بادام است. این میوه در کنار فواید بسیاری که دارد، مضراتی نیز با مصرف آن جذب بدن می شود. چغاله بادام سرشار از ویتامین C، ویتامین E، آهن، فسفر، کلسیم، منیزیم، ریبوفلاوین، الکارنتین، پروتئین و فیبر است. از چغاله بادام پخته می توان در تهیه خورش و از نوع خام آن برای سالاد استفاده کرد. اما با توجه به طبیعت سرد چغال بادام، مصرف بیش از اندازه آن می تواند موجب عوارضی همچون دلدرد، تهوع، اسهال و سردرد شود. در قدیم معتقد بودند این میوه نارس باعث تقویت لثه و ریشه دندان ها می شود و برای خشکی دهان نیز مفید است. با توجه به وجود کلروفیل بالا در چغال بادام و اینکه کلروفیل داخل بدن در مسیر کانال گوارشی به تولید منیزیم کمک شایانی می کند و از آنجا که منیزیم نیز برای کاهش گرفتگی عضلات نقش بسزایی دارد، خوردن متعادل چغال بادام می تواند تا حدی در بهبود گرفتگی عضلات مفید واقع شود. این نوبرانه ترکیبات اسیدی دارد که وجود آنها در معده مانع آسیب رسیدن به بافت معده و بروز سرطان معده می شود. البته باید گفت این نوبرانه از نظر ویتامین C کامل نیست و کم کالری بودن آن نیز موجب لاغری نمی شود. متاسفانه از آنجا که چغال بادام با هدف کسب سود بیشتر زود هنگام عرضه می شود، بیش از حد کالونارس بوده و هضم آن بسیار دشوار است. طبیعت این میوه کال بسیار سرد است، به گونه ای که فرد با مصرف بیش از اندازه آن به اصطلاح عامیانه سردی می کند و گاهی دچار عوارضی از قبیل دلدرد، تهوع، اسهال و سردرد می شود. اگر چغال بادام به صورت بهداشتی، کمپوت، خورش یا ترشی شود، مصرف متعادل آن می تواند تا حدودی مواد مغذی را به بدن برساند. و از آنجا که چغال بادام با پوست مصرف می شود، باید حتما در ضد عفونی کردن و شستن آن دقت کرد، زیرا اغلب میوه فروشان و فروشندگان دورگرد با آب جوی یا چاه مبادرت به شستن این میوه می کنند که می تواند عاملی برای بروز بیماری های گوارشی به ویژه حسبه که نوع عفونت باکتریایی شود. چغاله هایی که مقداری تلخی دارند حاوی مقدار بسیار کمی اسید سیانیدریک و ترکیبی از سم خطرناک سیانور هستند که مصرف زیاد آن می تواند منجر به مسمومیت در مصرف کننده شود. به طور کلی مواد مغذی میوه کال و نارس بادام کمتر از میوه های رسیده است و از نظر کلسیم، آهن و به طور کلی املاح معدنی در سطح پایین قرار دارد. اما رسیده این میوه افراد را در برابر بیماری های چون پوکی استخوان، افزایش کلسترول، کم خونی و چسبندگی روده ها محافظت می کند. اما تا وقتی کال است از این ویژگی ها برخوردار نیست. اگر شما هم تجربه ای از مصرف این نوبرانه بهاری دارید، لطفا در قسمت کامنت ها با ما و دیگر دوستانتان به اشتراک بگذارید و برای حمایت از ما لطفا حتما این ویدیو را لایک کنید.